وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد في الأولى والآخرة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير اما يشركون. گرامی بندگان الله تعالی، خانم ها و آقایون، سلام عرض می کنم. با ستایش خدای تبارک و تعالی و درود بی پایان بر محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و همه انبیا و مرسلین و پیروانشون تا روز رستاخیز، برنامه رو شروع میکنیم. برنامه ما قاعدتا باید راجع به دنباله برنامه ایمان در قرآن باشه و هست، اما به مناسبت وقایعی که اخیراً اتفاق افتاده است یا در شرف انجام است، مقدمه ای رو عرض خواهیم کرد که ممکن است مقدمه از ذیل مقدمه طولانی تر بشود. عرض شود خانم آیون، قرآن کریم برای ما فرد ایدئال و جامعه ایدئال رو در هر زمان و مکانی مشخص می‌فرماید. فردی که خدا می‌پسندد، فردی که به خود و جامعه سود می‌رساند، فردی که به کره زمین و به جهان سود می‌رساند، چگونه فردی است؟ چگونه جامعه‌ای مورد پسند خداست؟ و چگونه جامعه آنچنان باید سازمان بیابد که این چنین انسانهایی که سودرسان به خود و سودرسان به خلق باشند در او تربیت بشوند. واقع یک بهشت کوچکی، نمونه ای از بهشت اعلا در همین زمین به وجود بیاید. همچنین قرآن کریم جامعه رو به ما نشون میدهد، جامعه عکس اون و انسان عکس اون، انسانی که بزرگترین ضربه ها رو به خود و به اجتماع میزند و اجتماعی که بزرگترین ضربه ها رو به خود و افراد تشکیل دهنده خود میزند و قرآن نام ستم بر او میگذارد. جامعه فردی که بر خود ستم کرده، جامعه ای که بر خود، بر افرادش ستم کرده است. و ما سعی ما باید بر این باشه و وظیفه شرعی ما این است که برای به وجود آوردن چنین انسانی در درجه اول خود و چنین جامعه ای تلاش کنیم و بکوشیم. عرض شود در سوره مبارکه القصص، سوره 28 قرآن، آیات اول اون می‌فرماید که این نفع آیه چهارم و پنجم و ششم رو بخونیم. بسیار بسیار عمیقند، سخن خداست. فرمایش می‌کند این فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین برتری جویی کرد یا برتری یافت، فرمان روا شد، صاحب قدرت شد، البته همه به اذن الله، و اهل زمین رو گروه گروه کرد، طائفه ای از اونها رو، گروهی رو، شعبه ای رو، قومی رو، جمعی رو، ملتی رو، امتی رو، قسمتی رو ضعیف می داشت، طائفه ای از اونها رو ضعیف می داشت.
راجع به این ضعیف می‌داشتن باید صحبت کنیم. چگونه ضعیف می‌داشت؟ از نظر اقتصادی و سیاسی ضعیف می‌داشت، از نظر فرهنگی ضعیف می‌داشت، توی سرشون می‌زد، کارشون رو می‌گرفت، می‌دزدید، ظلم بهشون می‌کرد. من جمله یذبح ابناءهم، پسرانشون رو می‌کشت، ذبح می‌کرد و دخترانشون رو زنده نگه می‌داشت. از پسرانشون می‌ترسید. دخترانشون خب در اون زمان حضرت موسی که حاکم نبود، فرعون بود. حضرت موسی که حاکم نبود، زن دارای همه ی حقوق عالی فردی و اجتماعی باشد، فرعون حاکم بود، زن قدرتی چیزی نداشت. و یستحلی نیست، از زنها نمیترسید. عرض کنم زنهاشون رو زنده نگه میداشت. او از مفسدین بود و اراده فرمودیم که بر ضعیف شدگان زمین منت بگذاریم و آنان را پیشوایان بگردانیم و آنان را وارثین بگردانیم. یعنی فرعون و نظام فرعونی و نظام آخوندی فرعونی می رود و بنی اسرائیل وارث او می شوند و از نعم الهی برخوردار خواهند شد و آنان قدرت بدهیم در زمین، تمکن بدهیم در زمین و به فرعون و هامان و ارتشای اون دو نشون بدیم اون چرا که از او می ترسیدند. هر شود قرآن برای یک زمان و یک مکان نیست، قرآن برای تمام زمانها و تمام مکانها از زمان نزول تا روز رستاخیزه، بلکه از ابتدای جهان تا انتهای جهان و بلکه بعد از جهان. چرا این عرض میکنم؟ ابتدای جهان، چون آیین اسلام و تسلیم به خدا و که قرآن اعلام میفرماید از وقتی که اولین ذره، اولین موجود فرشته بوده، اتم بوده، هر چی که بوده، نور بوده، چیزایی بوده که ما نمیدونیم، روح بوده، تشکیل شده، این آیین تسلیم و اسلام و الله بوده تا ابدالآباد هم خواهد بود. منتها خب این احکام که عرض کنم روز ماه مبارک رمضان رو بگیرید همیشه نبوده، از زمان نزول قرآن کریم تا روز رستاخیز و الا آیین تسلیم آیین همه هستیست. ما قرآن رو باید در زمان و مکان تطبیق کنیم، یعنی ببینیم این آیات الان در کجا تطبیق دارد، در کجای دنیا چنین می کنند. متاسفانه باید بگویم در اکثر اغلب نقاط دنیا، اکثر اغلب نمی گوییم 100% همه، ولی اکثر اغلب نقاط دنیا و بارقه هایی از اون در همه دنیا بدون استثناء وجود دارد، ولی به کشورمون مراجعه می کنیم در زمان. این عرض می کنم در زمان پیاده کنید شعارهای روشنفکرانه نیست، بشینن تای خونه مشروبشون رو بخورند و نمیدونن بعدم شعار بدند و انقلاب و چه و فلان از این حرف. قرآن فرمایش میکنه برای دشمن هرچه از نیرو میتونید آماده کنید، مثال اسبا رو میزنه. خب الان مشخص است که اسب خصوصیت خاص نداره، اسب خصوصیتش این بوده سریع ترین و متحرک ترین وسیله زمان بوده. امروزه هواپیماست، تانک، توپ زیر دریایی، نمیدونم کشتی های سریع و سیر و غیره و غیره و غیره. حال ما آیات رو باید اونچنان پیاده کنیم که در عصر و زمان ببینیم اراده الله چیه، چه میفرماید، چه انشاءالله در این مورد بحث های مفصل تر خواهیم داشت. ولی خانم آقایون یادشون باشه من در موقعی که صحبت، یعنی عده ای از اکراد رو اعدام کرده بودن، این آیه رو قابل تطبیق بر اونها، من جمله بسیاری از، یعنی واقع باید بگم همه ملت ایران، و گفتم این رو بارها و بارها. باز هم خبر رسیده است خانم آیون و در شبکه مبارکه کلمه اعلام شده، در اینترنت هست، رادیو تلویزیون های دنیا از او سخن میگوین. 26 جوان کرد، جوان مسلمان، جوان ایرانی، جوان کرد محکوم شده اند به اعدام. بله، و جرم اینها این بوده است که عضویت در گروه های سلفی داشتند. از همه ملت ایران شده، ملت ایران رو به نظر و استنباط من مشمول این
جریمه میکنه، قتل عامی که در نقاط دیگر دنیا میبینید از مسلمین میکنند. بر اینجا صحبت برادران کرد ماست، برادران کرد ایرانی، هرچند کردها همه خود رو ایرانی میدونند در سوریه هم، ولی 10 میلیون کرد ایرانی، حداقل 10 میلیون. ان خمینی علا فی الارض، قبل از خمینی دیگران بودند، حالا خمینی بود. و جعل اهلها شیعن، اهل زمین رو گروه گروه کرد، تو سنی، تو شیعی، تو کردی، تو بلوچی، شما شهروند درجه دو هستید در سرزمین خودتون، که قبل از اینکه آقای خمینی از هند به ایران بیاد، اجداد ایشون عرض شود کردها، بلوچها و دیگران تازه ترینی که به این سرزمین اومدن 809 سال بوده این سرزمین بودند، کردها که 3000 ساله، بلوچها، دیگران همینطور. یستضعف طائفه منهم، طائفه ای از اونها رو، صحبت برادران کرد ماست، طائفه ای از اونها رو، کردها رو ضعیف می داشت. ایشون تحقیر، زبانشون تحقیر، آدابشون تحقیر، شهروند درجه دو، حرفم زدند، بله، نه سفیری از اونها، نه وزیری از اونها، حرفم زدند، یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. باید با الهام از آیه عرض کنم، یذبح ابناءهم و نساءهم، چون فرعون زنا رو زنده نگه می داشت، و اطفالهم، اینها وقتی که به کردا میرسد، بله، نمونه عادی اون صدام حسین بود، نمونه عادی اون و حلبچه. از این حلبچه ها و صدام حسین ها در طول تاریخ زیاد داشتیم، ملت ایران زیاد داشته، همه ما، همه ملت با هم، و کردا متعدد، و کسی راجب قتل عام و آخوندی حرف بزنم، جنوساید اونها صحبت نمی کنه. او از مفسدین بود و بعد وعده می دهد خداوند که ظالمین خواهند رفت و ستم دیدگان حاکم خواهند شد به اذن الله تعالی، و فرمایش می کند به، دارم میگم آیه نیست، تطبیق می کنم آیه رو با امروز، به خمینی و اطرافیانش و سپاهیانش، ارتشای اون دو، سپاهیان اون دو، چیزی رو که ازش می ترسیدند نشون خواهیم داد ان شاء الله تعالی. پیروزی ملت ایران، پیروزی حق و حقیقت تحت سلطنت الله تعالی، نگفتم پیروزی، چون سلطنت الله تعالی همیشه برقرار بوده و هست و خواهد بود، سلطنت تشریعی او خواهند دید و سرنگون خواهند شد، همچنان که فرعون سرنگون شد. خانم آیون، خبر داده اند 26 جوان کرد، من اسامیشون رو از اینترنت و به انگلیسی در آوردم، ممکن است اشتباهی در تلفظ بشود، چون به عنوان مثال اونجا NASERI بوده، ناصری بخونیم یا نصیری، ولی حالا دوستان گفتن که مثلا برای این نصیری سال، منم اگر اشتباهی شد منو ببخشید. اسامی 17 نفر در اونجا بود از 26 نفر، خواهش میکنم رو خط تشریف بیارید، تلفن کار نمی کرد درست، باز دوستان تلاش کردن درست شد، باز خراب شد، باز تلاش کردن درست بشه، انشاءالله تعالی درسته. این اسامی: احمد نصیری، البته در وقت سوالات، احمد نصیری، طالب ملکی، حامد احمدی، ادریس نعمتی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، صدیق محمدی، اونجا اس ای بود، حالا اگه صدیق باشه من رو ببخشید، هر دو، صدیق محمدی، شهرام احمدی. خواهش میکنم اینا رو داشته باشید، من یه بار دیگه میخونم، اسامی رو بتونید یادداشت کنید: احمد نصیری، طالب ملکی، حامد احمدی، ادریس نعمتی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، صدیق محمدی، شهرام احمدی. اینجا واریا به انگلیسی نوشت، ما در واریا در کردی نداریم، وریا داریم، وریا یعنی بیدار، آگاه، وریا یعنی آگاهش باش، عرض کنم باید وریا باشه قاعدتا. قادری فرد،
ولی اینجا با V-A-R-I-A نوشته بود. بهروز شیرازی اینطور که یا شنزاری، بله، فرزاد به همون نحو از کنم شنزاری قاعدتا باید باشه، اشتباه میکنم من رو ببخشید. مختار رحیمی، پوریا محمدی، بهمن رحیمی، کمال ملائی، اونجا با ام ای نوشته بود باسم، محمد قاربی یا قریبی، محمد یاور رحیمی، و اینا 17 نفر بودند. عرض کنم قاعدتا 9 نفر دیگه هم اضافه باید بشود به که به 26 برسه. من اسامی رو در اونجا نداشتم که سازمان حقوق بشر اعلام کردم. خانم آقایون، این آقایون مثل همه افراد دیگر ملت ایران به جرم محاربه با خدا و رسول، اقدام علیه امنیت کشور، چه میدونم زیر سوال بردن نظام، رهبری و غیره و غیره، 1001 اتهام که براشون طبق روایاتی که دارند مستحبه، بلکه واجبه، ثواب میبرند، پاداش میگیرند اگر افترا و تهمت بزنند، و اینا به خودشون هم رحم نمی کنند، چه برسد به ماها. اخیراً با تقلید صدا، البته آقای رفسنجانی و دیگران تکذیب کردن، گفتن قسمتی صدایشونه، قسمتیش تکذیب کردن، گفتن صدایشون نبوده، تقلید بوده. عرض کنم به خودشون هم رحم نمی کنند در افترا زدن، چه برسد به مخالفین. بله، محکوم به اعدام شده اند این جوانان. باید عرض کنم خدمت عزیزان، اولا این جوانان، این 26 نفر مسلمان هستند، ایرانی هستند، کرد هستند، یعنی ایرانی تر هستند، اینجور بگیم، تجزیه طلب نیستند، بم در جایی نگذاشتند، کسی رو به قتل نرسوندن، اینا جزء اتهاماتشون نیست. چیکار کردن؟ عضویت داشتن در گروه های سلفی. یعنی چی؟ یعنی اینا جمع شدن سنی مذهب هستن، و خانم آقایون میدونن از راه تعصب مذهبی نیست، چون من سنی نیستم، شیعه هم نیستم، فقط مسلمونم، و اینها مسلمونند. مسلمونیست که داره میگه سنیست، شیعه است، اصلا هندوه. قرآن کریم اجازه اظهار نظر به او میده مادام که اسلحه به دست نگرفته. محاربه با خدا و رسول علامتش این است که اسلحه به دست گرفته، می جنگه با نظام واقعی اسلامی، امنیت جامعه رو به هم می زنه و فساد در زمین می کنه. هیچیک از این موارد در مورد اینها مصداق ندارد. اولا حکومت واقعی اسلامی نیست، حکومت شرک محاربه با خدا و رسوله. یعنی حکومت، فرد فقط تروریست نیست، دولت ها میتونن تروریست باشن و هستند، من جمله دولت خود ما دولت تروریستی است که دولت ایران، ملت ایران رو دچار ترور و وحشت کرده و ملت ایران رو به شدت نه دین زده بلکه ضد دین کرده، دین ستیز کرده، طبق اخباری که مرتب داره میرسه، مرتب دین ستیز، هر دینی اصلا مخالف شدن با دین اسلام و غیر اسلام. خب اولا محاربه با خدا و رسول خودشون هستند، دسته دسته جوانای ایران رو به مقداری شما میدین، اونا که مخفیانه اعدام میشند و کشته میشن که هیچ. ثانیاً بله، این عزیزان جلسات دینی داشتند، جلسات مذهبی داشتند، قرآن خوند، به هرچی معتقدن خوندن، کتاب خودشون رو خوندن، اصلا کتاب هندو خوندن. به جرم خوندن کتاب هندو که نمیشه اینا رو اعدام کرد. قرآن و حدیث و از کنم کتب فقه، هرچی معتقدن خوندند و صحبت کردند راجع به اون. متهم شدن به، کاش که این عزیزان کتب مارکسیستی میخوندن، نعوذ بالله، کتب الهادی میخوندن، جرمشون کمتر بود.
حالا رفتن قرآن خوندن، حالا رفتن کتب حدیث خودشون رو خوندن، کتب فقهی خودشون رو خوندن. ملت ایران چه میگید؟ اگر اهل سنت حاکم بودن، ملاها، ما مستاهای اهل سنت به جای آقای خمینی، ما مستاه خمینی بود، مولوی خمینی بود، و الان اعدام میکرد 26 جوان شیعه رو به جرم اینکه رفتن قرآن و کتاب کافی و کتاب من لا یحضر الفقی خوندن و گفتن آقا 12 امام رو معتقدیم. چی میگفتید به این؟ الان برعکسش هست، اقدام زیر سوال بردن کشور، اقدام بر علیه امنیت ملی. واقع این است که این جوان ها به سبب عقاید مذهبیشون دارن اعدام میشن. من یکی دو آیه از قرآن کریم برای خانم آیون بخونم، با هم تلاوت کنیم ببینیم که قرآن چه میفرماید. سوره مبارکه البروج، سوره 85 قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. داستان اصحاب اخدود را هم این بنده الله تعالی، هم برادران و خواهران دی، برادران عزیز دیگه خدمتتون رسوندن، من عرض کردم اونا رسوندن خدمتتون. اصحاب اخدود رو زنده زنده آتش زدن، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، ریختندشون پادشاه وقت ریختند اونها رو به گودالهای آتش و آتش زدن. خودشون هم با کمال بیرحمی مثل همین سربرا که دارید میبینید ریش تا ناف میذاره، این چون سنیه، اون چون شیعه است، این چون مسیحیه، باید سرشو برید و ثواب برد مطابق سنت و دستور ائمه اطهار و نمیدونم این توجیه براش دارن که ربطی به پیامبر و ائمه و هیچ که نداره. بله، اینا نشستن و با کمال خوشحالی نگاه کردند. و عرض کنم دیشب باز به این مناسبت من اینترنت رو نگاه میکردم، کلیپ سه جوان دیگر اهل سنت از لباساشون مشخص بود بلوچ هستن، اعدام میشدن و یه عده دورشون رو گرفته بودن، عده غافل ناآگاه تحریک شده، مرگ بر وهابی، مرگ بر اون، اونا شعار الله اکبر میدادن. از کنم بعضی در جمعیت میگفتن بزن تو دهنش، بزن تو دهنش. بله، بدبختی است که داریم. اصحاب حضرت مسیح رو وقتی که اینجوری سنگسار میکردن چه میکردن؟ یه عده برای تقرب به خدا سنگ برمیداشتن و مینداختن و میزدن و فکر میکردن کشتن حواریون حضرت مسیح این ثواب داره و اینا رو مقرب درگاه خدا میکنه. خب علت این بیرحمی این جلادان بیرحم چی بود؟ این متعصبین مذهبی، این ولایتی های اون زمان. و ما نقمو منهم، دشمن نداشتند اونها رو مگر، یعنی علت بغض و دشمنی و تنفر شدیدشون از اونها این بود که الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جز این نبود که اینها به الله عزیز حمید ایمان داشتند، صاحب قدرتی که همه ستایش ها مال اوست و مال مخلوق نیست، همون که ملک آسمان ها و زمین به دست اوست. خود رو اون بالا نبینید، حکومت قبل از شما خودشون رو اون بالا و شکست ناپذیر دیدن و دیدید الله نسیمی رو برشون فرستاد و اون نسیم بردشون و انداختشون اون جایی که مأمور بود بیاندازد. و الله به هر چیزی شهید است. کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو به فتنه انداختن سپس توبه نکردن، عذاب جهنم برای آنان است و برای آنان عذاب حریق است. عرض کنم این یک، پس مجاز جرم این آقایون چی بود؟ باید به خانوما و کوچیکا و بزرگا زنده زنده بسوزن. ملت ایران، این تاریخ ما یکتا پرستا، تاریخ ما مسلمین، تاریخ ما خدا پرستا، تاریخ ما پیروان انبیا از آدم تا خاتم، نوح و ابراهیم، محمد و عیسی و موسی است که رهبرانمون رو توی آتش بیاندازن مثل ابراهیم، گردن بزنن مثل یحیی، سراپا غرق خون کنند و بریزن بکشندش مثل محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین. تاریخ ما این چنین تاریخیه و وقتی خداوند پیروزی و قدرت رو به ما میده، بچه خودمون هم شلاق میخوره اگر خلاف قرآن، یعنی مجازات میشه.
عرض کنم بالا مجازات اون زمان این بوده، موقعی که خلاف قانون رفتار کنه تبعیضی درش نیست. ما که تهدید به مرگ میشیم ولی دستمون رو بلند نمی کنیم تهدید کننده رو هم به زندون بیاندازیم. علی ابن ابی طالب، عمر ابن خطاب و دیگران و دیگران و دیگران و کافر و مسلمان دارای امنیت هستند و باشون به عدالت رفتار میشه. ما هستیم، نه کسی رو میسوزونیم، نه کسی رو به ناحق میکشیم و نه کسی رو از سرب داغ به گلوش میریزیم مثل حکومت ساسانی. وقتی اونا پیروز میشن همه این کارا رو با ما میکنن، به شهادت کتب مقدس و به شهادت قرآن کریم، من جمله کتب مقدس، آخرین کتاب مقدس. عرض کنم خداوند حضرت موسی رو میفرسته، اون نهضت عظیم، و در صدد قتلش برمیان، در صدد قتل عامشون برمیان. در بین درباریان فرعون یک بزرگواری رضی الله تعالی عنه و درود خدا بر او باد، بله، برمیخیزه به دفاع از حضرت موسی. شمای که در رژیم هستید و الان راجع به این جوانهای کرد و سایر جوانهای ایرانی که محکوم به اعدام شدن میتونید حرفی بزنید، مدل شما میتونه مدل میتونه مؤمن آل فرعون باشه، میتونه مدل ابو جهل و یارانش باشه که گفتن محمد و یارانش رو بکشید، و یا مدل مؤمن آل فرعون که فرمود آیا مردی را میکشید که میگوید ربی الله اتقتلون رجلا و قال رجل مؤمن من آل فرعون، و مرد با ایمانی از آل فرعون که ایمانش رو پنهان می داشت، یعنی او هم در وزارت اطلاعات بود، در نمیدونم شورای فلان بود، چیزهای مختلفی که دارن، نمیدونم امنیت نظام، مصلحت نظام، نگهبان می شود در اونجا، می شود، امیدوارم یک تا پرست باشد، ولی ایمانش رو پنهان می کرد. ولی فرمود اتقتلونه، آیا می خواهد کسی رو بکشید که می گوید ربی الله؟ این 26 جوان مسلمان سنی مذهب کرد، آیا اینها دارن میگویند ربی شافعی، میگویند ربی ابو حنیفه، یا میگویند ربی الله؟ اگر میگویند سرور من الله، کشتنشون جائز نیست، حرامه. اگر میگویند ربم کسی دیگه است، در اون صورت هم باید توجیهشون کنید، دست نوازش به سرشون بکشید، محبت کنید و براشون توضیح بدید آقا جون رب من الله تعالی است، رب شما، رب ما الله تعالی است. آیا مردی رو میکشید که میگوید سرور من الله تعالی است و بعد فرمایش میکنه و براتون با بینات از پروردگارتون اومده؟ خانم آقایون، جرم اینها یکتا پرستی است. بله، نمیگیم هیچ کدوم، همش اینا صحابه پیغمبر هستن، حواریون مسیح هستن، هیچ کدوم نیستیم، من نیستم، ولی مسلمان و تابع قرآن هستیم، تابع محمد صلوات الله علیه هستیم، تابع انبیا هستیم، تابع یاران محمد هستیم، صحابه و اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین. حال میگن بر علیه نظام، واقعا بر ما که ما وقتی ایران بودیم عادی بود برامون، الان که غرب رو دیدیم با همه نقایصی که میتونه باشه و در همه دنیا هست، بله، یک حالت شک بهمون دست میده که کسی نظام رو، اون وقت هم بود اقدام بر علی چی، اقدام علیه مشروطه سلطنتی و بیم تبانی، بیم تبانی هر کس چه میکردن در انگلستان اون زمان و این زمان، مرتب گروه های بودن بر علیه سلطنت مشروطه اقدام میکنن، اقدامشون چیه؟ نبرن بمب بذارن، مرتب جزوه میدن، مرتب بخشنامه میدن، سخنرانی دارن. حتی مشهور بود که خانم آقای نخست وزیر قبلی بلر، نخست وزیر انگلستان، ضد سلطنت بوده، عرضم به حضورم براتون. خب نه کسی رو میکشن نه میبرن در این آمریکا، در اون فرانسه مرتب نظام رو دارن زیر سوال میبرن، مارکسیستا که اصلا کل نظام، احزاب دارن، گروه ها دارن، به چشم خودم دیدم در دانشگاه آمریکا میز میذارن، اینجا مسلمونان، اونجا مارکسیستان، اونجا صهیونیستان، اونجا نمیدونم فاشیستان، اونجا کسی دیگه است،
هر کسی داره حرفشو میزنه، به چشمم هم ندیدم وزارت اطلاعات و سپاه پاسدار نمیدونم دیگه کسی هست بیاد انگشتشو به روی اینا بذاره. حالا اینجا CIA و نمیدونم FBI و که اگرم بیان برای محافظتشونه، یعنی محافظت میکنن میگن مثلا حمله نکنن به هم کسی. این بر خیابون طرفدار آقای خمینی، اون بر خیابون ضد خمینی، پلیس هم این وسط که با که اینا با هم جنگ نکنه، نه کسی رو توقیف کنه ببره. عرضم به حضورتون، مگه بر اینکه نظام آمریکا رو کسی زیر سوال ببره یا قانون اساسی رو یا رئیس جمهور رو یا طبقه یا حاکم رو، کسی رو نکشتن نبریدن ما ندیدیم. بله گوانتانامو که میگید هست حالت استثنایی داره، غلط، خلاف قانون اساسی آمریکا دونستن، دارن باش مبارزه میکنن، میخوان از بین بره و به امید خدا از بین هم خواهد رفت. اونایی که از کنم بیگناه هستن آزاد بشند و اونام که گناهکار بودند محاکمه بشن. ولی این نبوده، این رو یک ابریشن میگن به قول آخونده، نگم به قول آمریکایی ها. یک حالت استثنایی داره در اینجا. ولی این که ما جوانهای ایرانی رو دست دست روی چوبه دار بفرستید، گیرم که اینا که مسلمونن میگوین ربی الله، بارها گفتم گیرم عضو گروه های الهادی بودند. اگر کسی رو کشتن و خانواده از خونش نمیگذره، اگه بم گذاشتن عده‌ای از بین رفتن و خانواده از خونش رو نمیگذرن، اون وقت همه جای دنیا میگن محاکمه. و اگه شرایط مخففه‌ای نباشه، البته کسی که قتل ناحق کرده میتونه مجازات او اعدام باشه. ولی شما اینها رو، یکی از این دختره که گرفته بودن میگه به من گفتن بم بذار، رفتم مخصوصا یه وقتی گذاشتم که نه خلاف سازمانش کرده باشه نه اینکه کسی رو کشته باشه، شبی که کسی نیست که منفجر بشه کسی نمیره. این خیلی شرایط مخففه بین میده، مخففه. عرض کنم آقا جوانی 18 ساله است، 17 ساله است، 19 ساله است، 20 ساله است، رفته عضو گروه های الهادی شده، حالا گرفتیش به جرم نمیدونم چه عضویت در گروه های محارب ضد نظام. این فیلسوف دهر کجاست؟ کدوم افلاطون ارسطوئه؟ کدوم مولوی و امام وسطاست؟ یه جوون نمیدونه محمد ابن عبدالله بود دست نوازش به سرش میکشید، اسیر کردند در جنگ بدر مشرکین رو، اونا اومده بودن به جان مال ناموس اینا تجاوز کنن، گرفتن. مثل خودتون آب بدید، مثل خودتون قضا بدید، اینو آزاد کنید، هر کی میتونه سواد یاد بده آزاد. چرا؟ چون که میدونه که نمیدونن با اسلام آشنا. همونها بسیاریشون مسلمان شدند، اومدند و به اسلام پیوستن و خدمت کردند. همونها این جوان رو بلوچو یا دیگری یا کردو که میگیرید دست نوازش به سرش بکش، براش توضیح بده اسلام چیه. و نکته همینجاست. بله همین توضیحاتی که اسلام چی دادید اونا رو انداخته آغوش گروه های الهادی. بدبختی ملت ایران همینجاست. ما ها وقتی قرآن رو شرح میدیم برای بدترین مخالفینش اینجا میگن این که شما میگید که اسلام نیست، ولی کاش بود، اگه بود از کنم ما همه مسلمان میشدیم. اگه بود، یعنی باورشون نمیشین اسلام باشه. چی میگیم ما؟ فقط از قرآن شرح میدیم، نه هیچ چیز دیگه، و عقلی که در چارچوب قرآنه. با آغوش گروه الهادی افتاده این جوان سنی یا جوان شیعه، نه این 26 نفر، چرا افتاده؟ مردم بپرسید از خودتون برای چی یه جوانی میپیونده به گروه های الهادی در کردستان؟ و گروه های الهادی کرد هستن در کوه، هستن در قندیلن، کجا کجا هستن؟ به خدا رسول آخرت ایمان ندارن و می جنگن. چجور میشه یه جوانی که تا دیروز مسجد میرفت به اینا بپیونده؟ چون ما مستها و حجت الاسلام و آیت الله دو طرف چند کار کردن؟ یکی اینکه دولت میبینن، دولت ضد اسلامی ضد ایرانی رو میبینن، جوابش به خواسته های مشروع اینا زندان و اعدامه. میبینه این جوان کرد، میبینه زبونش مورد تحقیره، در بعضی جاهات تو به زبون خودش نمیتونه حرف بزنه، قومیتش مورد تحقیره، از نظر سیاسی شهروند درجه دوست، روی دریای نف زندگی میکنه، پیرزن، مادر و مادر بزرگ، پیرش باید مایل کیلومترها در برف زمستونی
سخت کردستان، از این بر مرز بره اون بر مرز پیرزن نفت بکشه بیاره این بر بفروشه، ملعون باد این سیستم و ملعون باد از جانب خدای متعال این نظام ضد اسلامی که یک پیرزنی، پیرزن هندوی، پیرزن بودایی، نمیگم مسلمون، که در ایران اقامت داره مجبور بشه بره نفت و بنزین از اون بر مرز بیاره این بر، بره مشروب الکلی بیاره این بر، خودشون نماز خونن بعضیاشون، آن دیگه میخوام نون بخورم نمیتونم، میره مشروب الکلی میاره این بر میفروشه. یه جوان کرد به این اعتراض داره، به مسجد میره، مسجد شیعه میره، حرف اینه که جنگ جمل چی شد، جنگ نمیدونم چی شد، نمیدونم بله، به اون بر میره میبینه همین حرف هاست، همین حرف هاست، حالا یا در دفاع یا در حمله، صحبت 1300-400 سال پیشه، مسائل اون زمانه، ربطی به این زمان و این بدبختی و این بیکاری و گرسنگی جوان کردی که مادرش مریضه باید به فکر این افتاده کلیهش رو بفروشه که مادرشو سرطان داره یا مادرش نمیدونم بیماری های دیگه داره، پدر پیرش باید جراحی بشه پول ندارن یا باید بمیره یا باید کلیهش رو بفروشه، چیکار میکنه؟ آقا اینا رو میبینه، میبینه از مسجد زرار این طرف یا اون طرف کاری بر نمیاد، اینا خوابن، 1200 سال پیش 300 سال پیش چی شده، همش هم دروغ، همش هم تهمت به انسانهای صالح صحابه پیغمبر، همش هم عرض کنم. خب چیکار میکنه؟ گروه های الادی میان بهش میگن عزیزم، عزیز مذاهب همه اینن، دین همه اینه، نیش اقرب نه از راه کین است، همشون اینن، پیغمبرام این بودن، بورژوا و طرفدار ستمگرا بودن، نعوذ بالله العظیم از این سخنان، من دارم میگم آقا بیا زبون تو حرف بزن، حق اقتصادی تو میگیرم، حق سیاسی داری همراه با همه ملت، یه ادم تجزیه طلب وارد میشن در این وسط، زهر خودشون اونا میریزن که در مورد هر جای قابل توجیه باشه در مورد ایران و ایرانی قابل توجیه نیست، و نتیجه این میشه که شما حوزوی ها اینها رو در آغوش گروه های الهادی قرار دادید، شما آخوندا وقتی مطالبه یه حقی داشتین جوان کرد اومدید اعدامش کردی، توی زندان انداختیدش، برادرش رفت به گروه های الهادی پیوست، حالا هم اینا جزو هیچ گروه الهادی نیستند، اینا یکتاپرستن، لا اله الا الله محمد رسول الله، پنج بار در روز ملت ایران نماز میخونن، روزه میگیرن، دوستدار ائمه هستند، دوستدار امامان، همین 26 جوان من ندیدم نمیشناسم، ولی میگن مسلمان سنی هم، میگم دوستدار و عاشق علی هم، دوستدار و عاشق امامه هستن، یک توهین ازشون، کسی به فاطمه زهرا کمتر از گل بگی به قول مشهور شکمشو پاره میکنن، دختر پیغمبر صحابیه درجه یک و غیره و غیره، به ما دروغ گفتن، کرمانشاه سنندج یه وجب فاصله شونه، تا 18 روز نسالیدی من سنندجی ها و سنی ها رو دشمن علی ابن ابی طالب میدونستم، بارها گفتم اینو به عنوان یک درد، به سنندج رفتم دیدم نوشتن از علی آموز اخلاص عمل، خیلی تعجب کردم، بعد با مردم صحبت دیدم نه بابا اصلا یک سره به ما دروغ گفتن، اینا پیرو و علی هر علی دوست دارن، میگن امام چهارمه، ما به ما گفتن دشمن علی، دشمن علی نیستن دینا، میگن وهابیان، وهابیان همون وهابیان که اینا میگن وهابیان، از کنم به ایرانم پاش نخورده، عرب هم مسمال عربستان سعودی است، بالاتر از گل به علی ابن ابی طالب بگید مشت میزنه به دهان آدم، دوستدار علی است، همه حق رو به حسین ابن علی میدن، امام جعفر صادق اسمش میاد همه با الفاظ رحمت الله علیه رضی الله عنه نمیدونم از ائمه اهل بیت سلام و صلوات و تمجیده، به ما دروغ گفتن اینا دشمن اهل بیتن. خب حالا ما باید چیکار کنیم خانم آقایون؟ اینا تجزیه طلب نیستن، به شما اطمینان میدم توده کرد ایرانی، تجزیه طلب در بین خراسانیان داریم، شمالیان داریم، جنوب و شرق و غرب داریم، همه جای دنیا داریم، در این آمریکا عده‌ای در تگزاس تجزیه طلبن، ولی مگه تگزاسیا گوش میکنن به حرفشون؟ میگن تگزاس باید کشور مستقلی باشه، عده‌ای در کالیفرنیا هستن، کسی گوش نمیکنه، حالا یه نفر رو بگن آقا در کردستان گفته تجزیه،
کرد ایران گوش نمی کنه، چون کرد سوریه داره میگه من ایرانی ام، از اولاد کیخسرو ام، قوم ما هستم. کرد ترک همینو، ترکی همینو میگه، کرد عراق همینو میگه. یه خورده توجه کنید به سرود ملی کرد چی میگه. یار ای رقیب، میگه ما اولاد کیخسرویم، کیخسرویم، با همین لفظ کیخسرو. این ما روه کیخسرویم مثل بقیه ملت ایران. بعد چه برسد به کردی که شناسنامه ایرانی داره؟ اینا تجزیه طلبه، اینا همه دروغه. گوش نکنید به این لاتایلات. یا عربا، عربان گروه تجزیه طلبه بینشون هست، باعث مباهات ملت ایرانند. اینها عرب ایرانی هستند، همزبان با صدامی ها در جنگ صدام خمینی، در جنگ حزب بعث و حوزه آخوندا. این همه جوان ایرانی و عرب قربانی شدن، اونا همزبون ایران، از کنم هم خون ایران به حساب، برخواستن قهرمانان از ایران دفاع کردن، گفتن این مملکت ماست. این تجزیه طلبه، چارتم تجزیه طلب توشون باشه، خود اونا سرکوبیش میکنن. منتها زبونشو تحقیر میکنید، من قومیتشو تحقیر میکنید، بهش هیچ امکانی نمیدید خود چیکار کنه. دست دستم ازشون اعدام میکنید، چیکار کنه؟ همینطور در کردستان خانم آقایون، آخونده دارن ایرانو به تجزیه میکشونن. خدمتتون دارم میگم این 26 جوان اعدام بشن، مثل اونها که اعدام شدن، نه فقط 80 میلیون جمعیت ایران اعتراض خواهد داشت به این، جز یکی 2 میلیون که طرفدار خودشونن. مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر ضد آخون، نمیدونم چی چی اینا بگن. 10 تعداد اهل سنت هر چی بدونید، 15 میلیون، 20 میلیون، همه ناراضی خواهند شد. 10 میلیون یا بیشتر کرد در ایران فامیلشون رو کشتید، ناراضی خواهند شد به شدیدترین وجهی. به شما قول میدم نگاه کنید به اعدامای قبلی. کردا 40 میلیون هم در خاورمیانه، آمارا رو نگاه کنید. 10 میلیون که ایران هست و 30 میلیون ترکیه و بیشتر در ترکیه، 25 میلیون ترکیه و 2 میلیون و بیشتر در اونجا، 7 میلیون بیشتر میشه تعداد. عرض کنم حداقل 30 میلیون کرد بر شما لعنت خواهند فرستاد و بر علیهتون اقدام خواهند کرد. 30 میلیون رو اضافه کنید به 80 میلیون، 110 میلیون انسان برای اعدام این 26 نفر بر شما، و همچنان که از قبل لعنت فرستادن، براتون لعنت خواهند فرستاد. ایران رو به تجزیه نکشونید، آب به آسیاب گروه های مسلح دارید میریزید. این که میکشید برادرش میپیونده به یه گروه مسلح، فعلا این گروه های مسلح الهادی هستن، فردا مذهبی هم خواهند شد. آقای ریگی ملحد نبود، آقای ریگی رو شما ریگی کردید. من در باشیش ارتباطی نداشتم، ولی در بحث تلویزیونی که داشتم، عرض کنم من مثل الان که صحبت میکنم، وقتی سربازا و پاسدارا رو گرفته بودن، درخواست کردم، گفتم آقا اینا رو آزاد کنید، شما مسلمانید، فرق دارید با گروه های الهادی، کینه در دلتونه، اینا رو آزاد کنید، از نظر سیاسی هم به نفعتونه. ملت ایران میگه اینا بزرگوار هستن، اینا قاتل ملت ایران نیستن، خان و خون ریزی نیستیم، تمام حقوق از بلوچه سلب کردید، چیکار میتونن بکنن؟ در اینجا هم گروه های مسلح کرد مذهبی به وجود میاد. امیدوارم اینطور نشه، نمیخوام اینطور بشه، نمیخوام ایران تجزیه بشه، تشنج به وجود بیاد، یک موری آب و زانیار از اون ور کشته بشه، یا یه میدونم یک محمد از این ور، یک محمد از اون ور، یک جمشید از این ور، یک احمد از اون ور، مسلمان ایرانی. فقط آخوندان بشینن در قم قصف شده و تحت اشغال و مشهد و نجف تحت اشغال و کربلای تحت اشغال بشینند و از کنم مرسع پلو رون بره بخورن و بقیه به شهادت برسن در رکاب اینا، که شهادت نیست، اصلا اصلا نیست. شهادتون بود که در رکاب محمد بود برای خدا، شهادتون بود که در رکاب خلفاء راشدین بود برای خدا، یا در این زمان هر کس که برای خدا مبارزه بکنند. بله، حالا خانم آقایون
میگید چیکار کنیم. تقاضای من از همه ملت ایران این است عزیزانم، خانم آقایون، صداتونو به اعتراض بلند کنید. در درجه اول اونایی که نفوذی دارن درز میکنم، به خاطر خود رژیم هم شده، چون سودی نمی کنید. وزارت اطلاعات برای رژیم در همه جای دنیا میدور است، وزارت اطلاعات ایران بدتر از همه، دشمن برای رژیم و رهبرش درست میکنه و برای خمینی. فکر میکنید خانواده اینا میگن درود بر خمینی؟ بله. آقای خامنه‌ای به سرم در تشریف برد، استقبال کردند از او، همین سنی ها، همین کردا، کردا که 80% سنی هستن، پاداششون این نباید باشه بچه هاشون به جرم گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله اعدام بشند. یک نفر از علی اللهی ها خود رو آتیش زد، کشور به تشنج در اومد، گفتند گفت توی شده به مذهبم در زندون، میدونید کلیپاش هست. استاندار کرمانشاه معذرت خواست، مقامات معذرت خواستن، اشاره کردن به شدیدترین وجه اون طرف رو مجازات میکنیم، حتی نگفتن دادگاه میبریم. با آمریکا باشه نمیگیم، رئیس جمهور میگه مجازاتش میکنم، میگم به دادگاه میفرستیم، نتایج قانونی عمل رو میبینن. ایران ما که قانون نداره. بله، به مجاز شدیدترین برخورد باش خواهیم کرد. از شود و به گفتار آقای خامنه‌ای، جناب آقای خامنه‌ای در کردستان اشاره کردن و غیره و غیره. این جوان ها از نظر اقتصادی که محرومشون کردید، سیاسی محرومشون کردید، مرتب فوش خواهر مادرم بهشون میدید و بگن اعتراضم بکنن، میگن نگید فوش خواهر مادر ندادیم. وقتی به ام المؤمنین عایشه فوش میدید خیلی بدتر است از اون که به ام المفسدین میخونیدش، خیلی بدتر از اون است که به مادر و خواهر مسلمان فوش بدید. براش قابل تعامل تره، برای من قابل تعامل تره به مادر خودم توهین بشه تا به زن پیغمبر، دختر پیغمبر، چون اون توهین به پیغمبره. خانم آقایون، مجسم کنید در یکی از ممالک اهل سنت که وجود نداره البته همچین مملکتی، اهل سنت طرفدار و ارادتمند اهل بیتن، گروهی پیدا بشن همین فوشایی که به ام المؤمنین عایشه و به حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما میدن، به حضرت علی و حضرت فاطمه بدن. هزار بار بلا نسبت حضرت فاطمه، دور از اون بانوی مقدسه، ام المفسدین بخونند، این کلمه رو به کار ببرن، با گوشه و کنایه نسبت های ناموسی بدن، نعوذ بالله، به اون مظهر عفت عرض کنم، مرتب بهش توهین کنن، اهل جهنم بدونن. همچنین حضرت علی هی بگن اون چهارمیه، حتی اسم بیارن بگن علی و غیره، و حتی خوارج هم این کارو نمیکنن. ما چه احساسی داشتیم به عنوان مسلمان؟ این کاریست که شما عیناً آخوندا یاد دادن و میکنن نسبت به حضرت عمر، حضرت عایشه و سایر کسانی که به اشتباه میگن، بله اشتباه میگن مقدسات اهل سنت، باید بگن مقدسات قرآنی، مقدسات اسلامی. اطلاع دادن تماسا درست شده، در پیشگاه خدای بزرگ دعا میکنم برای برادرای اتاق فرمان، واقعا جوانان مهذب و زحمت کشی هستن، خدا پاداش خیر بهشون بده. من خواهش میکنم بعد از 5 دقیقه که من صحبت کردم خطوط رو باز بفرمایید، خانم آقایون بیان اظهار نظر کنن و انشالله دنباله بحث ایمان در قرآن رو هفته بعد ادامه میدیم، چون اون ایمانم برای همین است که از عدالت دفاع بکنیم. اما بگیم ایمان به خدا داریم ولی کاری نمی کنیم، اون خداوند قبول نمی کنه، اینطور ایمان واقعی نیست. عرض شود چیکار کنیم؟ اونا که در مقامات هستند ولو در لباس خیرخواهی نظام، نظر مشورتی بدن و بگن اعدام نشند این جوونا، رهبری عفو بده، رهبری هم به چشم مردم خوب میاد، در اون صورت به چشم عده‌ای لااقل خانواده‌های اونا تشکر میکنن، لااقلش این میشه 110 میلیون نفر فوش نمیدند، در فوش بیشتر نمیدن دیگه، لعنت بیشتر نمیکنن. بله، هر چقدر میتونید، وزارت اطلاعات داره دشمن درست میکنه، شما هم که در وزارت اطلاعاتید میتونه اونجا هم فرد صالحی باشه مثل مؤمن آل فرعون، هر تلاشی دارید بکنید، نه فقط این 26 جوان کرد، نه چون خودم کردم، خدا میدونه از تعصب کردی نیست، از تعصب ایرانیگری نیست، از تعصب اسلامی در درجه اول،
یعنی آقا این 6 شب 26 شب اگه بودایی هم بودن من الان اعتراض میکردم، چه برسد به این که مسلمان، چه برسد به این که ایرانی هست. و البته فامیل خود من هم هستن، همه ایران فامیل منه، هم قوم خود من هم هستن، ولی از راه این تعصب نیست. و همین اعتراض دارم به اعدام جوانای بلوچ، به اعدام جوانای فارس و ترک و عرب و عجم، همچنین جوانای دیگه در نقاط دیگر دنیا که رابطه خونی هم باشون ندارم به قول مشروع، به عنوان مسلمان و پیرو ابراهیم و محمد صلوات الله علیه و امام علیه اجمعین موظف هم حقایق رو بگم. آن نظر بدید که اینا اعدام نشن. دوم، یعنی من از همینجا به عنوان یک مسلمان ایرانی کرد به اطلاع همه مقامات میرسونم و ازشون میخوام، درخواست میکنم حکم اعدام این 26 جوان رو و کسان دیگری رو که به این قبیل جرائم محکوم شدن و حتی به جرائمی که جرم واقعیه، چون اینا جرم نیستن، اینا افتخاره، اینا سعادته، به این قبیل جرائم از دید شما، یعنی اونایی که جرم واقعی مواد مخدر داشته، جوان 16 ساله نمیدونسته، احکام اعدامشون رو لغو کنید. اون سران رو چرا؟ سران هیچ گونه رحمی بهشون نباید بشه، هیچ گونه، هیچ گونه، چون اونا قاتلن، مثل خیلی از خداتون هستن که اعدام میکنن به راحتی آب خوردن. بعد حکم اعدامشون رو لغو کنید، از نظر سیاسی هم به نفعتونه اگه سیاست مدار هستید. اما از ملت تقاضا میکنم اعتراضشون رو به هر صورتی که میتونن به نحو مسالمت آمیز نشان بدن، یعنی به اینترنت برن، تلفن بزنن به سازمان های حقوق بشر، در بین فامیلاشون و دوستاشون صحبت کنن، صحبت فوتبال خوب، صحبت بسکتبال خوب، جای خود الان نقل مجالس اعدام این جوونا باید بشه. صحبت کنید، اعتراض کنید، بگید درست نیست، بگید باید عفو بشن، خدا مرا ببخش، میگم عفو بشن چون جرمی مرتکب نشدن، باید مدال بهشون داده بشه. حالا از نظر اینا جرم عفو بشه و خدای نکرده چنین چیزی صورت گرفت، تقاضا میکنم مردم ایران، نه فقط در کردستان، در سراسر ایران، همچنین در کردستان عراق و کردستان ترکیه و کردستان سوریه، هر چهار پارچه کردستان، صدای اعتراضشون رو و در اروپا و آمریکا صدای اعتراض مسالمت آمیزشون رو جلوی سفارت‌های و کنسولگری‌های ضد ایرانی ایران، کنسولگری آخوندا عرض کنم، صدای اعتراضشون رو بلند کنن. من میترسم در انتقام از این همه قتل جوان کرد و دیگر جوانان ایران، گروه های مسلح مذهبی به وجود بیاد. این چیزیست که ما خواستارش نیستیم، به نفع اسلام نمیدونیم، چون مردم حقایقو نمیدونن هنوز. باید بزرگترین جهاد، جهاد با قرآنه که بهشون برسه. خانم آقایون در معرض اعدام هستن، ما معترض هستیم و من امیدوار هستم که این اعدام متوقف بشه، این احکام متوقف بشه و اجرا نشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد کرخور گرامی. سلام جانم، در خدمتم، بفرمایید. بله استاد، عرضی داشتم با جناب رهبرمون آیت الله خامنه‌ای. بفرمایید. و مطمئن هستم به عنوان یک مسلمان مراتب ادب رو رعایت می‌فرمایید طبعا. بله، من به عنوان به نوبه خودم به مسلمانیتم به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سلام دارم. جناب خامنه‌ای، مگر شما خودشون در چند سال پیش جلوی تلویزیون صدا سیما شبکه یک نیامدید و نگفتید کسی به اهل سنت اگر توهین بکنه یا از اهل سنت کسی به شیعه توهین بکنه اون مجرم است و هیچ کاری با نظام جمهوری اسلامی ندارد؟ مگر جرم این کردها 23 نفر از علمای کرد یا 10 نفر از علمای بلوچستان، جرمشون بیشتر از جرم کروبی و موسوی است؟ جرمشون بیشتر از جناب آقای قزوینی که صراحتاً جلوی شبکه شما میاد که از قوم پخش میشه، توهین به ملتی میکند و توهین به اهل سنت ایران میکند؟ اگر قرار است که اینا اعدام بشن،
اول از همه آیت الله قزوینی باید اعدام بشه، دوم آقای موسوی. اجازه بفرمایید اسم نیارید چون فقط ایشون نیست، همه میگن، کلا بفرمایید، در خدمتم، بفرمایید. بله استاد، ما از رهبر کشورمون درخواست داریم از این جوانان کرد خونش اینا بگذره، چون اینا هیچ گناهی ندارن. شاید کسانی باشن در کشور، در شهرهای بزرگ از اهل سنت خبر نداشته باشن، ولی الو جانم صداتون پخش میشه، بفرمایید. شاید کسانی هستن در شهرهای بزرگ مثل شیراز، اصفهان، تهران شناختی از اهل سنت نداشته باشن، ولی ما مردم اهل سنت از نزدیک میدانیم که مولوی نقشبندی و امثال و کسانی که با اون گیر آمدن هیچ گناهی ندارن. از برادران کردم ما کاملا میشناسیم که هیچ گناهی ندارن. اگر آقای خامنه‌ای شما خودتون میتونید نماینده بفرستید مستقیم از اینا تحقیق بکنن، خدا به خدا قسم که اینها هیچ گناهی ندارن. آقای خامنه‌ای، برادران، خواهش میکنیم اینها را آزاد بکنید. اگر قرار است که آزاد نکنید، اینها در زندان اگر میتونن زنده بمانن، در زندان هم باشن، بازم دل ما یک تسلی براش هست، ولی اعدام کردن این برادرها هیچ راه منصف و منطقی نیست. به آقای خامنه‌ای، شما دستور کشتن اگر اهل سنت را دادید اینا اعدام میشوند، و اگر نه اینا زندانی سیاسی نیستن. آقای خامنه‌ای، زندانی سیاسی آقای کروبی و موسوی و آقای غزوینی هستن. کروبی و موسوی هیچ گناهی ندارن، به خاطر رأیی که داده بود مردم براشون داده بودن این زندانی شدن. ولی آقای غزوینی، اگر از سیاست میخوای صحبت بکنی، آقای غزوینی باید اعدام بشه. آقای کلهور، از شما و دستندرکارانتون تشکر زیاد دارم. مردم شریف ایران، این شبکه مال شماست، میتونید حرفهای خود را بیایید اینجا بزنید، و کارهایی که این رژیم با شما و امثال شما، هم از برادران تشیع خواهشمندم، کسانی که ظلم و ستمی براشون روا داشتن، میتونن راحت بیاید زنگ بزنید و حرفهای خود را بزنید. آقای غزوینی، توهین نکن که الان اون زمان 4 سال پیش نیست که تو هر توهینی بکنی از برادران عرب ما یا مفتی های عرب ما بیای فتوای صادر کنید به دروغ بگی که این حرف زده. آقای غزوینی، چشم دلت رو باز کن، دنیا الان پیشرفته شده، چشم گوش مردم باز شده. و آقای محمد، مجری شبکه ولایت، این کار، این توهینی که آقای غزوینی بهش مرتکب شد به اهل سنت ایران و بلوچستان، این زیر سر توه. خدا تو رو و امثال تو رو لعنت کنه. نه ما برادر گرامی، لعنت رو نمیخوایم، هدایت رو میخوایم برای همه. از کنم بسیار متشکرم از لطفتون، حتی المقدور اسم نیاریم بهتره، چون صحبت ما تنها این شبکه و اون شبکه نیست، یه حوزه اینه، یه مذهب اینه، بعد یه مذهب هم نیست، همه اینن، شرق و بودایی ها بارها عرض کردم. اما تمرکز کنم به روی نکته اصلی فرمایشتون برادر گرامیم، تقاضایی که ملت ایران، آیون خانم آیون، تقاضایی که این برادر داشت، تقاضای همه ملت ایرانه. تقاضای خانواده‌های 26 نفر نیست، همه ملت ایرانه. و 10 میلیون کرد، بیش از 10 میلیون کرد ایرانی، بیش از 40 میلیون کرد خاورمیانه، تقاضای 80 میلیون ملت ایرانه. از خون اینها و سایر جوانان ایرانی بگذرید، به نفع خودتون هست. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام علیکم برادر بزرگوار، استاد بزرگوار آقای کلهور. سلام جانم، حال مبارک چطوره؟ قربونتون برم. حال شما خوبه؟ ماشاءالله. با این دفاعیت که از این برادران 26 تا مجاهد قرآن، حافظ قرآن دفاع میفرمایید، خدا حفظتون بده، انشاءالله موفق و معید باشید. برادر عزیز، ما همه متاسفیم از این حکمی که میدن. ما برادران اهل سنت با شیعه هیچ اختلافی نداشتیم. از وقتی جمهوری اسلامی اومد یک نفاق انداخت بین این مسلمین، خدا انشاءالله هدایتشون بکنه. در درجه اول از ایشون میخوام که هدایت بشن. بگی بیشتر به این آتشا دیگه چیز نریزید، نفت نریزید، گاز نریزید. خواهش میکنم بیشتر از این، از یک آزار به این ملت که تا حالا مظلوم بوده و هیچ دفاعیاتی از خوش بجا نگذاشته، مثل بحره، مثل جای دیگه، چه کار کردن که اینا را دام؟ چون حافظ قرآن هم
خواستم یک چند تا شایدم خدمت شما و بینندگان عزیز ارائه بدم. جناب استاد بزرگان بفرمایید که شاید یک وجدانی بیدار گردد تا ضمیری بیدار گردد در این دنیای با نفس. چرا اینقدر ظلم میکنید؟ تا کی مگر شما بر نماینده پیغمبر خدایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا خدایی ای خدا را، خداوندا چه شد تقدیر ما را؟ تو دردی بی دوایی کن دوا را، عجب دردی ندارد هیچ دوا را. خداوندا بر این بر تو بنا را، دچار فقر و سختی و بلا را. نداریم اندیشه جز غصه و غم، ز دست مشت انتظار گدا را. مگر دنیا شده بیرونه غم، نباشد هیچ محبت و صفا را. چنین آشد به بازاری که دیده، چنین قرنی که زفت قرن ما را. یه اوضای جهان و فکر دشمن، که دشمن می دراشیم در هوا را. نهال خود و تدویر و نیرنگ، ز اصل پایه تا سر شاخه ها را. درون جامعه ما رخ نکرده، چه ویروسی که مشکل از دوا را. ز پس گفتن دروغ هیچ هیچ باوری نیست، که عشق دارن به هر کار خدا را، که شک دارن به هر کار خدا را. زرم آن پیشه را بر ریشه دین، نبوذ کرده دروغ در خانه ها را. اگر اینطور بود بی احترادی، مصیبت باشد اوضای ما را. چنان رایش کردن فقر دینی، زدن به در بیرون درود ایمان ها را. مگر این لازمان دین و مسلک، گرفتن درد خود از کجا را. دگر نارد رسولی یا امینی، که سادت از نو بنیاد ما را. مگر روزی که باید چاره سازیم، لبنیادش بسازیم یک بزار را. نویسنده نوشته این بلاغت، تفکر کن حسابت با خدا را. اگر دانی که خوب است آن تو بشنو، وگر دانی که نیست کن را نما را. خدا حافظ بن کنه. و سلام علیکم و رحمت الله. همچنین برادران پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن، خدا حافظ شما برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار متشکرم برادر گرامی از ابراز احساساتتون. فقط این بنده الله تعالی انجام وظیفه میکنه، همه ما نگران هستیم. عرض کردم اگر فرق نمیکنه بلوچ بودند، آذری بودند، ترکمن بودند، فارس بودند، ما این اعتراض رو داشتیم. ملت ایران مونتا کردا با تأسف از طرف این رژیم و رژیم قبل، مورد به خصوص این رژیم، مورد تنفر هستند. و بلوچا بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. سلام جانم، بفرمایید. آقای کنهار؟ بله بله، خودم هستم، بفرمایید. استاد کنهار عزیز، سلام علیکم. سلام جانم، حال مبارک. خسته نباشید استاد کنهار. الله نگارتون داره، در خدمتم. استاد کنهار، من هم جنابه خودم این جوانه عزیز خودم رو که اهل سنت کردستان ایران هستن محکوم میکنم. زنده باشید انشاءالله. سخن از زبان 80 میلیون ایرانی بود. سلامت باشید انشاءالله. ما همه ناراحت واقعا، ولی واقعا مانده این چه کنیم چه کار کنیم. یعنی فقط دعا میکنیم به درگاه الله سبحانه و تعالی که خداوند همه ما رحم کند. سلامت باشید انشاءالله. عرضی موفقیت میکنم برای شما، عرضی سر برای خانواده آنها میکنم. خدا حفظتون بکنه. بسیار بسیار متشکرم برادر عزیز. اولین قدم رو برداشتید، کاری کردید. ثانیاً کار قدم دوم این است که، یعنی صداتون رو به گوشه، با عنوان یک ایرانی به گوش ملت ایران رسوندید و مقامات. دوم با هر کی میتونید تماس بگیرید، با فامیلاتون، شفاهی، تلفنی، اینترنتی. لازم نیست فحش بدیم، با ملایمت و به اصطلاح احترام اعتراضمون رو اعلام میکنیم که من به عنوان یک مسلمان و ایرانی معترضم به این اعدام ها. اینا باید عفو بشن، اینا جرمی مرتکب نشدن. جای مدال گرفتنه، مدال بهشون دادنه، جای تجلیل کردن ازشونه که اعدامشون میکنید. کم اعدام شده اندینا در سوریه و ترکیه و عراق و ترکیه تحت حکومت جنرال های قبلی و در ایران خود ما، حکومت قبلی و این حکومت اجازه نفس کشیدن نمیدن به اهل سنت و به کردا. بله، تنها کردای سنی، کردای شیعه هم ازشون همینه. فکر میکنی چند تا وزیر کرد شیعه داریم یا سفیر کرد شیعه داریم؟ بله، تشریفاتی گای گداری.
بخوام مثلا برای فلان شهر سنی نشین کردستان بگن یه نفر کرد براتون فرستادیم فرماندار بشه، از کردهای شیعه انتخاب میکنن که قدرتی هم رئیس جمهورش قدرتی نداره. نکته دیگه خانم آقایون، خواستم خدمتتون بگم یادتون بود من در انتخاب آقای روحانی عرض کردم ایشون فرد تحصیل کرده است، ما به این احترام میذاریم، اما از همون اول گفتیم شماره یک رئیس نهاد ریاست جمهوری در ایران قدرتی نداره، دوم ایشون روحانیه، آخونده، جزء این به قول آقای خمینی دوست داشت بگه طایفه، جزء این طایفه است و منافعش با منافع این طایفه گره خورده. نه اعدام‌ها متوقف خواهد شد، نه زندون‌ها، نه وضع اقتصاد بهتر خواهد شد، نه تغییرات سوری ممکنه، تغییرات موقتی ممکنه، موقت سوری سطحی، چون رهبری طبق قانون اساسی هم نه خلاف قانون اساسی در دست رهبریه، قدرت در دست رهبریه، رهبری عوض، گفتیم رهبری هم عوض بشه، مگه آقای خمینی عوض شد، آقای خامنه‌ای اومد چه تغییری صورت گرفت؟ همون بود که بود، یکی دیگه میاد، نظام باید عوض بشه، کار از ریشه خرابه، تاریکی و سیاهی از حوزه های علمیه صادر می شود، یکی بره یکی دیگه میاد از همونجا جاشو میگیره، فرقی نمی کنه، کمان که در جای دیگر دنیا تقریبا همینه، در آمریکا رئیس جمهور بعد از رئیس جمهور میاد، نظام نظامی است، رؤسای جمهوری در اون چارچوب تغییراتی میدن که قدرتشون بسیار بسیار بیشتره از رئیس جمهور ایران که فاقد هر نوع قدرتیه، ولی به طور کل نظام همونی که بوده، یعنی میزان آزادیاش، میزان نمیدونم اوضاع اقتصادی بالا میره پایین میاد، در همون حد است که بوده، هیچ کس به جرم زیر نظام بردن سوال اعدام نمیشه. در آمریکا کلیسا یکتا پرست است، کلیسای شیطان پرست هم است، رسما شیطان پرست. عرض کنم سلام علیکم، بفرمایید. سلام جانم، بفرمایید. این تفتیش عقاید کلیسای نمیدونم قرون وسطا، این سوزوندن و کشتن و بریدن ها نشان دهنده ضعف خانم آیون. خود این بنده الله تعالی از این که اسلام رو برای هر کسی که میخواد مطرح کنه هیچ ابایی نداره، چون کوچکترین نقصی بر اسلام نمیبینم. بله، و ایرادایی که دارن میگیرن بر اسلام و بر پیامبر اسلام باد و هواست، ولی اونایی که به اون خرافات مذهبی معتقدند میترسند وارد نمیشن، چون میدونن اون خرافات مذهبیشون در معرض دید قرار میگیره. اسلام نیرومنده، اونا در صدد از بین بردن مخالفین هستن، در صدد از بین بردن این جوانان اهل سنت هستن. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم، ایران شما خسته نباشید. فداتون بشم، خیلی ممنونم، لطف دارید، بفرمایید. ما هم به کساب این بند خدایی که میخوان اعدامشون کنن و محکوم میکنیم، خدای ما راضی نیستیم که هیچ بنده خدای روشونه بگم به کساب به خود بی جهت اعدام کنن، اینا که حافظ قرآن بودن دیگه. پیامتون به عنوان یک ایرانی مسلمان به مسئولان امر چیه؟ کسانی که حکم اعدام دادن میتونن عفو کنن، میتونن متوقفش بکنن به حسب ظاهر. بله بله بله. پیامتون چیه براشون برادر؟ عفو کنن. میتونن ما داریم، ما تو ایرانی هستیم، داریم میگیم آقایون، آقای ما بالا حدی هستیم، برای سر که بیگناه میبین اعلام میکنین، آقایون جلوی این اعلام رو بگیرین، جلوشون رو بگیرین، واقعا یعنی شما اون دنیا با جوابگوین زن و بچه ها اینا باشین. الان هم آقای گوهر هست، سوالی داشتم من. بله، میشه به کتاب قرآن سوگند خورد؟ چشم، به نظر من نخیر قربون، البته این بحث فقهیه که میکنن، سوگند فقط به الله تعالی میشه خورد، به هیچ مخلوقی من جمله قرآن نمیشه قسم خورد. نمیتونیم بگیم به محمد ابن عبدالله، قسم به عیسی مسیح کلمت الله، قسم به قرآن کریم که کلام خداست، قسم به روزقی، اینا هیچ کدوم نمیشه خود، فقط قسم به الله، قسم به رحمان، به خدا، نمیدونم بگاد، اینا میگن قسم به خدا. بله، قسم به قرآن کریم نمیشه واقعا، به نظر من نمیشه خود. بله، چون فقط قسم به خالقه. هستن کسانی که اختلاف کردن در این زمینه که بحثای فقهی داره و بحثای کلامی داره که واردش میشیم، من اطمینان قطعی دارم که نمیشود،
جز به خدای چون حتی به حدیث هم بریم علاوه بر قرآن که هیچ جا نداریم که پیامبران و دیگران صالحین قسم خورده باشن به انجیل تورات قرآن، در همون چارچوب حدیثی نقل میکنند از رسول خدا که هر کس به غیر قرآن قسم به غیر خدا قسم بخوره، عرض کنم هر کس به غیر خدا قسم بخوره فقط اشرکه قسم. ولی تعجب نکنید به که یک برادری بیاد و بگه نه به نظر ایشون میشه قسم خورد. بله به نظر من به هیچ مخلوقی نمیشه قسم خورد از جمله قرآن جانم، طبق قرآن. خواهش میکنم. بله البته فامیلی من کلهور هست و کلهور یک طایفه و قوم کرد است که عرض کنم تقریبا در همه جای کردستان شمال و جنوب شرق و غرب هستن ولی تمرکز اصلی در جنوب کردستان ایران هست و در عراق هم هستن جماعتی و بنا به قولی قدیمترین طوایف ایرانی هستن. به هر حال عرصبت خانم آیون، بله این خواسته که این برادر داره، ادعی تلفن ندارن، ادعی نمیخوان رو خط بیان، ادعی رو این خط نمیخوان بیان چون میگن متهم میشیم به سنی بودن، تلویزیون مبارکه کلمه. ولی خواست ملت ایران همه اینه که اعدام این جوان ها متوقف بشه و دارم میگم برای نه تنها رهبری بلکه برای آقای روحانی هم یک دو پرستیژی رو به همراه خواهد داشت. یعنی یه خورده توی دهن ما ها میزنه که ما گفتیم که اعدام ها متوقف نمیشه، حالا میبینیم که اعدام 26 جوان کردو متوقف کرد. البته ما در این مورد هم خواهیم گفت این همون تغییرات کوچیکیست که ما بسیار بزرگه ولی کوچیکه. الان 26 نفر عفو میشن انشاءالله میشن ولی 260 نفر دیگر رو محکوم میکنن بعدن. بله چون طبیعت این طبیعت ضد اسلامیست. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام جانم، حال مبارک. حالش خوبه کلور؟ الحمدلله خیلی ممنونم قربونتون، بفرمایید. جناب کلور، برنامه شما رو موضوعش راجع به محکوم کردن 26 جوان اهل سنت کرد، درسته؟ نه خیر، محکوم کردن اعدام 26 جوان کرد و اعدام همه جوان ایرانیه، کرد و فارس، مسلمان و غیر مسلمان. بله درست. آیا این امر قطعیت داره؟ واقعا در جمهوری اسلامی چیزی اتفاق افتاده یا داره میفته؟ فدایتون بشم، داره میفته. اینا محکوم شدن و طبق اخباری که در اینترنت و خبرگزاری و همه جا منتشر کردن منتقلشون کردن به اون چه قرنطینه بهش میگن و هر لحظه ممکنه اعدام بشن مگر اینکه حکم عفوشون ببخشید از جانب رهبری برسه. شما مبانی حقوق بشر و از لحاظ شرعی و از لحاظ سیاسی چطوری تعریف کنید آقای کلهر؟ فداتون بشم. حقوق بشر بریم به حقوق استالین، حقوق قانون اساسی استالین. در حقوق قانون اساسی استالین هم تئوری قانون اساسی شوروی از نظر تئوری ابراز عقاید دینی آزاد بود، در عمل نبود، از نظر اینکه در قانون اساسی نوشتن آزاد بود. اینا ابراز عقیده دینی کردن بین خودشون و اولین گروه هم نیستن اینجور محکوم میشن. آقا مسلمان سنی میخواد اصلا بره یهودی بشه، کسی حق نداره اینو اعدام بکنه، چه برسد به اینکه آقا بگه ما، یعنی این عزیزان که مسلمان سنی ایرانی کردن، میگیم آقا دعا به درگاه غیر خدا حرامه. منم میگم دعا به درگاه غیر خدا حرامه که فقط مسلمونم. از کنم یهودی هم میگن دعا به مسیحانی یکتا پرست هم میگن دعا به درگاه غیر خدا حرامه، یکتا پرستاشون. از کنم هندوهای خدا پرست هم همینو میگن، اوناشون که یکتا پرستن همه رو باید اعدام کرد؟ بله. نه جناب کلهر جانم، در مملکت قانون اساسی هر کشوری در همین مملکت نوشته میشه و هر حاکمی وظیفه داره که اعتبار اون کشور رو از لحاظ جرم سیاسی یا جرم مذهبی، من خودم اهل سنت هستم، بله، اما این جرم ها در کشور تعیین میشه و بالاخره یه دادرسی در مملکت داره، بله، کسانی که مسئول امر هستن در نظام در دادرسی کشور. اما این دخالت شبکه ها به نظر شما، آیا شما حکم پرونده ها رو خوندی؟ من خودم عرض کردم سنی هستم، اما بدون اینکه حکم خوانده باشید، بدون اینکه دادگاهی تشکیل داده باشید، اینجوری به نظر من محکوم کردن خود عادلانه نیست. شما چی میفرمایید؟ فداتون بشه. آن خیلی متشکرم از طرز حرف زدن ولی مخالف صحبت میکنید، مؤدبانه و مستدل صحبت میفرمایید. عرض شود بود برادر گرامی، هر کی به حرفی که میزنه باید عمل کنه. اینا میگن ما تابع قرآن هستیم، تابع پیغمبر، تابع اهل بیت هستیم.
خوارج نه حکومت علی رو زیر سوال بردن و گفتن کافره، تهدیدش به قتل کردن. تو این آمریکا شما رئیس جمهور رو به قتل تهدید کنید فورا زندون میرید، حق هم است، باید به حق زندون برید. مگه میشه تهدید کرد کسی رو؟ اونم رئیس جمهور. البته حالا اینجا اینا رفتن تشکیل دادن گیرم یه کسی بیاد داد بزنه بگه آقا ما یه گروهی تشکیل میدیم و ولایت مطلقه فقیه اصلا قبول نداریم، یا ولایت فقیه اصلا قبول نداریم، مگه باید اعدامش کرد؟ قرآن فرمایش میکنه لا اکراه فی الدین، در دین اجبار و اکراهی نیست، در دین اجبار نیست. این حق داره عقیده دینیشو بیان کنه، مذهبیشو بیان کنه، اما بدون دادگاه. فداتون بشم، این دیگه دادگاه نمیخواد. 30 سال اینا دارن اعدام میکنن جوانهای ایرانی رو، از هر فرقه‌ای که بگیرید، هر کس طرفدار. این آقای منتظری، فدات بشم برادرم، آقای منتظری میگه جوان 16 ساله در خاطراتش، جوان 16 ساله یه انتقاد کوچولو کرده در دفتر خاطراتش، گرفتن اعدامش کردن. در اون زمان بچهای 15 16 ساله رو جبه فرستادن، بچهای 10 ساله 13 ساله رو اعدام کردن، 13 14 ساله رو به جرمایی که لایق خودشون بیشتره تا اونا. عرض کنم اینها دیگه، این دیگه جلو چشم مردم داره انجام میشه. یعنی یه کسی نباید منو محاکمه کنه بگه آقا تو در شبکه کلمه صحبت کردی یا نه. البته مشخصه صحبت کردم، اگه انکار کردم گفتم در شبکه کلمه نبودم، اون وقت البته میارن و میگن آقا اینم فیلمات. بله اینا برادر 26 نفر اینا دولت نگفته بمب گذاشتن، دولت نگفته کسی رو کشتن، میگه جزء گروهای سلفی بودن. بودن که بودن، اون یکی جزء پژاکه، بوده که بوده، مخالف هستیم با پژاک 100%، هم با عملش هم با عقیدش. ولی اینو آخونده انداختن آغوش پژاک، 18 سالش بیا راهنماییش کن به جای که اعدامش کنی. بله جناب آقای کرون، حالا میدارم که رب اشرح لی صدری یسر لی امری. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین انشاءالله خدا دلهای ما را به حقایق، به نور واقعیت روشن کنه. انشاءالله اگر اینا جرمی نکردن انشاءالله که زودتر کارشون درست بشه و خدای همه مظلومان را در سراسر عالم آمرزش کنه. فداتون بشه، امید عدل و عدالت در جامعه و در همه جامعه اسلامی. آمین یا رب العالمین. بسیار متشکرم برادر. اگه جرمی دولت جرماشون اعلام کرده، مثل همون اصحاب اخدود، مقایسه نمی کنم اونا قرآن تجلیل کرده خودم و دیگران رو، ولی جرمشون این بود میگفتن ربنا الله. اینا هم اگه آدم کشته بودن، اگه چه کرده بودن، دولت 10 تا میذاشت روش میگفت، ولی دولت میگه جرم اینا اینه که در گروه های سلفی بودن، نمیدونم بر علیه چی اقدام کردن، نمیگه بمب گذاشتن آدم کشتن. توجه میفرمایید؟ تازه آدم هم کشته بود باید طبق قوانین اسلامی با ولی دم تماس میگرفتن، نمیبخشید بعد. خب البته نمیشه بگیم ما هر کس هم آدم کشت یه مدالی بهش بدید، مجازات اعدام داره، شرایط تخفیف دهنده داره و و و که ما ببینیم چجوری. ولی این اولیش هم نیست، این علماء سیستان و بلوچستان و زایدان که کشتن، علماء کردستان که همه رو کشتن، اینا جرمشون چی بود؟ یا عالم مذهبی با امامه و عبا و نمیدونم قبا میره بمب بذاره یه جایی، حرف زدن کشتنشون، دفاع کردن از کشتنشون، دفاع کردن از مردم کشتنشون. این جائز نیست. والا علی این نبود، فاطمه زهرا این نبود، امام حسن، امام حسین این نبود، امام حسن که اصلا این نبود، امام حسین این نبود. عرض کنم حضرت صادق که هر چی کاره میکرد. این ربطی به قرآن، اسلام، اهل بیت، صحابه، پیامبر بزرگوار اسلام و ربطی به هیچ کدوم از این بزرگان نداره. این رژیم، رژیم ضد اسلامی است، این حکومت، حکومت ضد اهل بیت، ضد صحابه است، ضد تمام موازین قرآنی است، ضد تمام موازین بشری است. چون به حقوق بشر هم نگاه کنیم، هر جاش که درست و حسابی و منطقی است، همونی که با قرآن و انجیل و تورات تطبیق میکنه. و هزاران سال قبل از اینکه ما حقوق بشر داشته باشیم، اونا حقوق خدا داده بشر رو اعلام فرمودن. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و انبیاء و مرسلین صلوات الله علیهم اجمعین. این است برادر، این بنده الله تعالی به شدیدترین وجه عاشق قرآن و محمد و انجیل و عیسی و تورات و موسی و زبور و داوود و انبیاء و مرسلینه، به شدیدترین وجه دوستدار صحابه پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، و به شدیدترین وجه منزجر از این نظام های ضد اسلامی که در دنیا به نام اسلام و به نام محمد و عیسی و موسی ترویج میشن.
و امیدم این است که حتی جونم رو برای الله تعالی بدم. بزرگترین سعادته که الله راضی باشه از ما. ما باید مبارزه کنیم. صداتون رو بلند کنید، متشکل بشید، لازم نیست بمب بذارید، به نوع مسالمت آمیز بنویسید مقاله. نمیتونید در ایران، در خارج ایران برید. کردستان ایران نمیگذارن تون برید کردستان عراق، اونجا نمیذارن برید اروپا، آمریکا، آسیا، هر جا میتونید. این عرضی واسعه، سالهای بسیار است که این بنده الله تعالی در تبعیده. خدا رو شکر عرض الله اینجا هم سرزمین آزادیش درش هست، کسی به ما اذیت و آزاری نرسونده الحمدلله. این آزادی رو هم داریم از خود نظام اینا انتقاد کنیم. تبع این مملکت هم نیستیم. من شهروند ایرانم، شهروند ایرانی، کامل ایرانی، تابعیت مضاعف هم ندارم، فقط تابعیت ایران رو دارم. اینجا هم آزادم به تمام نظام آمریکا انتقاد کنم. نه پلیس هم میاد و نه نمیدونم، تا حالا که نیومده بگه که چرا این کارو کردی. بابا اینو در مملکت خودم هم میخوام. چرا من در ایران و شمال آفریقا و مصر و عراق و ترکیه و نمیدونم همه ممالک رو از شرق تا غرب چرا نداشته باشم من این آزادی رو که بتونم صحبت کنم؟ خانم آقایون، اسلام نوره، اسلام هدایته، اسلام برکته، و اون که به ما گفتن تاریکی، ظلم، ستمه، اسلام نیست. با اسلام اشتباهش نکنید. سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو، سلام. سلام جانم، بفرمایید. مال تعمیم، مورد تنظیم جریان چجوریشه؟ مورد چی؟ مولوی تنظیم. مولوی کی؟ الو جانم، بفرمایید، خواهش میکنم. ما حدود 6 دقیقه وقت داریم. بفرمایید. قطع فرمودن خودشون. من نمیدونم راجع به یکی از بزرگواران مولوی کسی صحبت میکردن که نمیدونم کی بود. اگر عزیزان اطلاع، همچنین اگر عزیزان، من 17 تا اسم خوندم، 9 تا دیگه مونده تا 26 تا نبود در منابعی که من تحقیق کردم، لطف کنن بیان اون اسامی رو اعلام کنن، همچنین اسامی افراد دیگه‌ای که مثل این عزیزان در معرض اعدام ناحق هستند. بله، اسلام آیین رأفت و رحمت. خانم آیون، هزار و یک شرط داره، مگر میشه جون انسانی رو بین سادگی گرفت؟ مواد مخدر وحشتناک، سرانشون با شدیدترین مجازات های ممکن باید روبرو بشن بدون کوچکترین ترحمی. ولی یه جوان 16-17 سالی که شما به فقرش انداختید آخوندا، شما که گفتید ما مثل علی زندگی میکنیم و عرض کنم دیگران کاختشین بودن، علی کختشین بود، ما مثل علی هستیم، شما به فقر انداختید این رو، اموالشو گرفتید، حالا راهی نداری، به گیر چند تا قاچاقچی افتاده و اونا هروئین دادن دستش، از گلوله بدتر گرفتید، بله مجازات داره، زندون بگذارید، اعدام نکنید اینا رو، این پادوها رو، این پایین پایینا رو، نصیحتش بکنید. این میتونه یکی از علماء حوزه علمیه بشه بعدن، با همون سیستم خودتون به نظر شما خوبه، یا علماء واقعی اسلام بشه به نظر ما. عرض کنم همین آقا که الان 16 سال از قاچاقچی بوده، مواد مخدر فروخته، تربیت درست نداشته، داشته گرسنه بوده، این برادر بزرگترش هم که کارگره و از خرج زن و بچهش رو نمیتونه تأمین بکنه، این کارو میکنه. دست این جوانا رو برید تو زندون ببوسید که نرفتن به گروه های الهادی و مسلح بپیوندن، رفتن قرآن خوندن، باید اعدام بشن. شرم بر این نظام باد، لعنت بر این نظام باد. سلام عرض میکنم، بفرمایید. جانم، جانم بفرمایید. الو عزیزم، بفرمایید. آقای کسی دیگه؟ من با گلهر طرف داشتم. گلهر نمیدونم صحبت میکنم، شبکه کلمه. بله، کلهر، شبکه کلمه، کلهر خانم. بله. جانم سلام عزیزم، خواهر گرامی، حال تو خوب انشالله؟ اصلا نباشید. خیلی ممنونم، بفرمایید. خانم تلویزیون رو ببندید که صداتون راحت‌تر پخش بشه، صدای من انعکاس نداشته باشه. بله. خب می‌خواستم از این جوانایی که می‌خواستن اعدام بشن
بپرسم. خب اینا مگه چیه؟ مذهبشون چی بوده؟ وهابی بودن؟ خانم اینا مسلمونن. وهابی که اینا میگن آخوندا یه قول ساختن. من وهابی نیستم، سنی هم نیستم، خانواده شیعه هم دو، فقط مسلمونم من. این که میگن اینا وهابی، گوش کن خانم، خواهر عزیزم، میگن لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی رو دوست دارن، فاطمه زهرا رو دوست دارن، امام صادق رو دوست دارن، سنی هن. سنی یعنی با دست بسته نماز میخونه، چون با دست بسته نماز میخونه باید اعدامش کرد. امام رضا رو دوست دارن، عرض کنم بر یزید رد میکنن یزیدو، طرفدار امام حسین هن. اینا چون میگن به درگاه قید خدا دعا نکن، مهره وهابی میزنن. جانم جانم کیا از مذهبشون میخوان جدا کنم؟ یعنی اینا بیگناه اگه هستن که دیگه اعدام نباد بشن. آفرین بر شما خانم. اینا شیعه نیستن، ولی مگر خیر شیعه ای رو باید اعدام کرد؟ بلکه شیعه واقعی هن از جهتی، چون واقعا دوست داره حضرت علی. من خودم شیعه هستم. بله آفرین هستم. آفرین خاک پات امام علی هم ایستم، ولی خب بیگناه اگه باشن گناه داره. ولی خب فکر نمی کنم اینا گناهکار باشن، فکر کنم، نمیدونم. آفرین بر شما. نه خواهر عزیزم، خود دولت هم نگفته. من به قلب پاک شما درود میفرستم. دولت هم نگفته اینا بمب گذاشتن، کسی رو کشتن، چی کردن، قاچاق مواد مخدر، هیچ کدوم. میگه اینا به گروه های سلفی. سلفی یعنی کسی که میگه ما میخوایم مثل صحابه و اهل بیت باشیم. اینجوری بله. امشب پیشم به آقای خامنه‌ای توهین شده. خب اونا خودشون حکم صادر میکنن، اتمن یه جایی کاری میلنگه، مثلا گناهی کردن، اینا خوش قضاوت درست میکنن، اما توهین از طرف شبکه شما نباید بشه آقای آمنه ای. خانم ما خواهر گرامی، چون وقت نداری من قطع کردم با اجازتون، ما توهین به هیچ کس رو جایز نمیدونیم و از زبان منم در نیومده عرض کنم فوش بدم و از زبان عزیزان برادرانو که در شبکه هستن. ما توهین نمی کنیم، توهین جایز نیست. البته صفاتی هست از قبیل مشرک، طغیانگر، اینا صفاتی است که در قرآن اومده کسانی در مقابل خدا طغیان کردن و ما اینو میگیم، ولی فوش بدیم و توهین کنیم. اگه کسی با آقای خامنه‌ای توهین کرده یا به هر کسی دیگری، من محکوم میکنم و میگم آقا موافق قرآن نیست. ولی رد آقای خمینی، رد آقای خامنه‌ای، رد آقای رئیس جمهور، حتی رد مذهب تشیع، رد اسلام، اصلا رد اسلام، رد حضرت محمد. کسی بگه آقا من بگوید که از بدبختی به حضرت محمد ایمان نداره، اینو ما توهین تلقی نمی کنیم. توهین اون وقتی است که فوش بده. فوش هم مشخصه در فارسی چگونه است و البته این رو ما جائز تحت هیچ عنوان نمیدونیم. خواهر گرامی هم بسیار متشکرم از تلفنتون. ملت ایران خلاصه کنم، خانم آقایون، 26 جوان که امید این کشور هستند، هموطن ما هستند، در معرض خطر اعدامند. اعدام نکردن اونها عدالته، تجلیل از اونها عدالته، اعدامشون تنفر و دشمنی حداقل 80 میلیون ایرانی و 30 میلیون کرد خارج از ایران رو حداقل دارم عرض میکنم که بشوند عرض کنم 110 میلیون انسان و همراه خواهد 110 میلیون منهای 2 میلیون که طرفدار خود آقایون باشن، 1 میلیون یا 2 میلیون به همراه میاره. اگر متدین هستید طبق اسلام اعدام اینها حرامه، اگر متدین نیستید سیاستچی یا سیاستمدار هستید، بسیار به نفعتونه که احکام اعدام اینها رو و احکام اعدام دیگران رو که در حکم این عزیزان هستن، افراد ملت ایران رو لغو کنید. حتی اونایی که بچه ها هستن نمیدونن و جرمی رو مرتکب شدند و عرض کنم حتی اونایی که عضو گروه های مسلحن و آدمی رو نکشتند، برداشت و رهیافت اسلام اینه. و از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنم که اسلام و مسلمین و حق رو پیروز بفرماید. اللهم ربنا اونچه ارادی توست همون میشود. اللهم ربنا اونچه ارادی توست همون میشود. اللهم ربنا بداد این جوانان و همه ملت ایران برس. زیرا که اول الله، آخر الله، ظاهر الله، باطن الله، فقط الله، دیگر هیچ. سلام و درود و رحمت و برکات الله تعالی بر شما باد. متشکرم. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون.